محمد اومدی بالا، هی قطع، من دیدم هی تام قطع وصل میشدی، منتظر بودی الان هستی یا نیستی؟ نوبت سلام. نیست. اوکی محمد جان نه بفرمایید. محمد بود الان آخره، برای اینکه قطع وصل میشد. بگو محمد. سلام. سلام سلام عرم. خوبی؟ درود. خوبی؟ من اتفاقا یه خانواده خیلی مذهبی هم، به خاطر که بخوام با تو صحبت کنم اومدم تو خیابون. دقیقا 1 ساعت و نیم تو خیابون بایستدم زیر کولر آخه ماشینم، ولی خیلی قطع و وصل میشد نتونستم. من الان 1-2 ساله که دارم میبینمت، خیلی هم دوستت دارم و با خود شما آتیست شدم. خیلی 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 ممنون که آگاهی میرسونی، روشنگری میکنی، ممنونم. یه مسئله بود که خیلی دوست داشتم دربارش توضیح بدین یا با کسی برنامه بذارین، هیچی ندیدم، حالا شاید من ندیدم. این بود که ما برای اعتقاداتمون، با اینکه من الان ایران زندگی میکنم، با این آموزشی که اینجا هست، با این سیستمی که اینجا هست، با این که خانواده های اینجوری، الان من خانواده خودم و خانواده خانومم کاملا به شدت مذهبی، به شدت، برای مثلا بچه خودمون چجوری بگیم؟ مثلا چه به نظرتون چه پیشنهادیه که چه بگیم که اینا بعد به مشکلی بر نخورن، یا تو خانواده مثلا رو پدر خانم هم، یا تو خانواده پدر خودم، یا تو مدرسه، یا تو به هیچ مشکلی بر نخورن؟ آقا هیچ صحبتی دربارش نشد، من هر جا گشتم چیزی ندیدم که بگیم چه جوری باشون رفتار کنیم که آخه اونا اتفاقی که برای ما پیش اومده با این ذهنیت بزرگ نشن و چیزا رو تو ذهنشون نداشته باشن. یعنی شما میخواین روش پیدا بکنین که بچه هاتون دیندار نشن، یا یعنی اینکه اگه دیندار نباشن بتونن چه روابطی داشته باشن با بقیه که برشون زندگیشون سخت؟ آخ چه حیف. آه برگشت، برگشت. هستی محمد؟ آره هستم. اینترنت خور ضعیفه، ببخشید. اشکال نداره. ببین منظور سوال اینه که میخوای ببینی چه چیزی بهشون بگی که مثلا مذهبی نشن، سوالت اینه؟ ببین تو مثلا تو خانواده پدر خانم یا پدر خودم میبینن دیگه، اینا میبینن نماز میخونن، یا دیگه تو ایران دارن زندگی میکنن، همه دینو میبینن. اگه از من بپرسه که من الان آتئیستم، اعتقادی ندارم به اینا، من نمیدونم چه جوری به این توضیح بدم که این به هیچ مشکلی نخوره، نه تو مدرسه، نه تو مثلا خانواده پدر خانم هم، نه هیچ جایی ترد نشه. دوست ندارم با این دین بیاد بالا و نمیدونم چجوری بهش بگم که هیچ مشکلی بهش بر نخوره. الان من خودم یعنی از لحاظ مشکل میگی، منظورت مشکل این که مثلا بهش اذیت آزار نشه به خاطر اعتقاداتش؟ آره دیگه، مثلا میگم تو مدرسه، تو خود سیستم آموزشی اینجا، تو حالا خود مثلا با بزرگش میشه که میشه پدر خانم یا پدر من، اینا که نمیدونن، چون میدونن مثلا چون به شدت مذهبی هستن اصلا با این قضیه اصلا درست رفتار نمی کنن و دوست ندارم که ارتباط بین پدر یا پدر خانم هم حذف بشه یا مشکلی براش پیش بیاد. دوست دارم هیچ وقت نفهمیدم که چجوری چی بگیم به این بچه ها. مثلا از خدا پرسیدن ما چی دربارشون بگیم، یا از دین پرسیدن چی بگیم که هیچ مشکلی براشون پیش نیاد. و آخه یه چیز خیلی مهمی که من میدونم برام خیلی مهمه، نسل آینده است. یعنی اگر آیندگان ما دینو بذارن کنار، من مطمئنم که میذارنم کنار، ولی خب چه جوری شو که به هیچ مشکلی بر نخورن، اصلا برنامه‌ای ندیدم دربارش که یه روانشناس یه کسی بیاد توضیح بده. بعد گفتی من خودم یه چیزی داشتی میگفتی، من خودم آخ محمد، بعد داشتی میگفتی من خودم یه چیزی داشتی میگفتی، من به طرفت پریدم. چی داشتی میگفتی؟ گفتم من که خودم آتئیستم، یعنی من با خدا رو شکر که الان خدا میگم، بازار خدا رو شکر چون یادت با شما و زئوس آتئیست شدم. 1-2 سالم که چیز میکنم و خیلی دوست دارم که الان فرزند خودم هم همین راه رو بره، یعنی درگیر دین و خدا و پیغمبر و جور مسائل نشه، چون میدونم واقعا زندگی بدون اینا خیلی قشنگتر و خیلی بهتره. برای همین همیشه این مشکل رو داشتم که چی بهش بگم، چجوری که گفتم شاید شما که حالا بیشتر کتاب خوندین، بیشتر میدونید، شاید بتونید کمک کنید که چجوری بهشون بگید.
خب خیلی بستگی به هدفت داره. من ببین، من خودم هم البته توی یه مقدار سخته که من پیشنهاد بکنم، بخاطر اینکه من تو خانواده‌ای که بودم خیلی خیلی آزاد بود، ولی خب تو این خانواده هم مثلا خیلی ضد حکومتی بود خانواده‌ای که من توش به دنیا آمدم، ولی خیلی واضح بود برای من از بچگی که مثلا حرفایی که پدر مادر من میزدن علیه ملاها، علیه خامنه‌ای، علیه دولت، چیزیه که نباید ما بگیم و دردسر برای خودمون میشه و برای همه خانواده اگه حواسمون نباشه. خب پس این به من احساس میکردیم که این مقدار مثلا با خانوادهمون مثل که مثلا یه رازایی داریم که مثلا بین خودمون میگیم، به بقیه نمیگیم. یعنی مثلا این در برای اسلام نبود، در برای مثلا ضد حکومت بودن بود، ولی راحت تونستن برای حتی اگه بچه هم که بودیم، این که عقایدی رو که مثلا پدر مادر ما داشتن و میگفتن به ماها، حالا پدر مادر ما نه، همه خانواده، عقایدی بود که همون از بچگی هم میدونستیم که توی تاکسی، توی مدرسه نباید یعنی گفته بشه. یعنی من نمیدونم شما اگه بخوام با بچه‌تون صحبت بکنین درباره مثلا یه سری شکایی که دارین، یه سری شکایی که میتونن داشته باشن، یه سری چیزایی که میتونن دربارش فکر کنن، یه سری عقایدی که شما ندارید، آیا واقعا سخته که همراهش توضیح بدین که این فقط بین خودمون باید بمونه، دردسر میشه برات، برای خانواده اگه اینو بخوای جاهای دیگه بگی؟ یعنی این کار سختی میشه؟ حرف شما اینه که شما میتونی بهش توضیح بدی، ولی بهش یه جوری بفهمونی که این یه راز بین من و تو تو این کشور یا هر جایی که ما زندگی میکنیم، یا حالا پیش بابا بزرگت که میخوای بری، پیش هر جای دیگه، این یه راز خانوادگیه که باید بین من و تو باشه تا حالا جوری که خودش بتونه یه جوری مسیر خودش رو تشخیص بده. درسته؟ آره. یه چیزی هم که من اینکه راه خودش رو تشخیص بده به نظر من خیلی مهمه، برای اینکه حتی وقتی درباره اسلام و خدا و دین و اینا هم صحبت میشه، من نظرم اینه که نباید به حالا نمیدونم بچه شما چند ساله است، ولی هیچ وقت به بچه به نظر من نباید بگیم که جواب اینه و من میگم اینه و تو به عنوان پسرم یا دخترم من میگم قبول کن. خب من به نظرم شکگرایی بهترین روشه که مثلا من فکر میکنم این باشه، بقیه فکر میکنن این نیست، تو چی فکر میکنی؟ نظر تو چیه؟ بعد جواب که بدن میتونی بگیم آها چرا اینجوری فکر میکنی؟ یعنی تبلیغ فکر کردن، تبلیغ شک کردن، تبلیغ روش استدلال درست به مهمتر از این که به بچه بگیم که ببین نتیجه اینه، این نتیجه رو قبول کن از من. خب حتی یک بچه‌ای که داره سعی میکنه استدلال بکنه برای یه نتیجه گیری و یه نتیجه غلط هم میرسه، به نظر من این بهتره تا اینکه بچه‌ای که نتیجه درستی رو تکرار میکنه به خاطر اینکه پدر مادرش گفته. خب برای اینکه چیزی که مهمتر هست تو این زمان از نتیجه درست، ورزش مایچه های استدلاله، حتی اگه به غلط هم برسه. خب من نظرم اینه. اینجا نمیدونم حالا دارم آیا جواب سوال تو رو میدم یا نه. نه خیلی خوب، خیلی خوب دادی. مثل همیشه خیلی مرسی، مرسی که هستی. واقعا من خیلی دوستت دارم. اینا همیشه این به خاطر که دوست داری انرژی بهت بدم میگم. واقعا واقعا زندگی من از این رو به اون رو کردی. اصلا کلا من قبلا که فارسی بهتشتم قد چه صدت دوباره چی شد؟ یه لحظه گوشیم زنگ خورد. داره میگم قبلا که فارسی بهتر صحبت نمی کردی خیلی بانمک و بامزه تر بودی، خیلی من اون دوست داشتنی تر بودی. بعد یه نقد کوچیکم داشتم درباره همین مجاهدین خلق که صحبت میکنین، بعد میگین کسی پیدا نمیشه بیاد دفاع کنه یا کسی نیست که ما بخوایم باهاش صحبت کنیم. همین گلین که بود، همین حالا امیر، اینا رو میتونید بیارید که دفاع کنن از حالا من که چیزی نمیدونم، من واقعا از مجاهدین خلق چیزی نمیدونم، فقط شنیدم همه هم بد گفتن.
ولی دوست دارم بیشتر آشنا بشم با دیگه چیه اصلا حرف حسابشون چیه، چون حالا به سن ما نمیخوره. من تا نیم اومد اوکی. آره حالا اگه بتونیم اووردیمشون که اووردیمشون. آره مثلا یه چیزی بگم محمد جان. در خدمتم بابک جان. خواهش میکنم. عرض کنم ما مهمانای برنامه رو که معمولا دعوت میکنیم باید طرف یا عضو اون مجموعه باشد یا یک عضو جدا شده یا به حساب چیم طرفدار معمولی نیستش. من طرفدار معمولی اگر بخواد بیاد هر صحبتی بزنه میگه من نظر شخصی خودم رو گفتم. خب خیلی متفاوته با اینکه یک نفری عضو اون مجموعه باشه، عضو اون حزب باشه، عضو اون سازمان باشه. به این دلیل هستش که ما از خود اعضایی که الان در داخل مجموعه در سازمان مجاهدین هستن یا عضو جدا شده هستن دنبال این افراد هستیم که بخوایم اینا رو دعوت کنیم. بله شاید خود شمای محمد بیای، خیلی اطلاعاتت هم کامل باشه، دانشش هم خیلی زیاد باشه نسبت به مجاهدین، خیلی تاریخشون رو خونده باشی، خیلی خوبم صحبت کنی. اما عملا نظر منطقی شما یک کسی هستی که بیرون خوندی، از داخلشون نیستی و اون مجاهدین میتونن بگن خب این فرد جز ما نیست یا نبوده و نظرت خودش رو بیان کرده. درسته، حرفتون درسته. من بابت اینکه خودم خیلی طول کشید، خیلی منتظر موندم، بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. واقعا خسته نباشید، خیلی زحمت میکشید. مرسی، دوستتون دارم. ممنون محمد، امیدوارم بازم بتونی بیای. آره من یک سال میخوام بیام نمیتونم. حسیم عوض کردم، حالا شد نمیدونم چرا. یه بارم پیام گذاشتم که آرمین این خطا رو میده. خب محمد مشکل... تو رو فیسبوک هستی؟ نه نه متاسفم، میتونم بیام. خب اگه خواستی با من تماس بگیری برای من من ایمیلم هست armin.navabi@gmail.com armin.navabi@gmail.com. بگو که همون محمدی هستی که تو لایف استریم با هم صحبت کردی. اگه خواستی موقع بیای با همه بهت پیغام میدن میگن من همون محمدی هستم که با تو لایف استریم صحبت کردم. باعث افتخاره، باعث افتخار. من جیمیل هم b.محمد493. حالا اگر کسی هم با همچین جیمیلی پیام بداد ایمیل هم همینه. خیلی ممنون، خیلی دوست دارم. مرسی، خوشحال شدم. مرسی محمد، خدا نگهدار. خدا است.